پنجمین سوار سرنوشت. یه آدم چشوا میکنه میبینه ته چاهه، تا میای بفهمی چی شده میبینی رفتی. وقتی پا تو خیابون میذاشتم 200 نفر جلو دولا راست میشدن، با یه مشت دیوارا خرابش میکردن. اخ بشکنه دستی که حال نما کرد، بشکنه دستی که زندگیمونو به باد فنا داد. داشتم گدایی میکردم، یه مردی بهم پول داد، دست تو کمر یه زن رفتن تو کافه، نگاه کردم زن خودم. اوضاع خیلی خرابه دکتر. پس خرابه. ناهار چی داریم زن؟ بجم تصدقت، زیاد وقت ندارم. خوش اومدی آقا مصطفی. نمیدونی کاری که داره میکنه چه کار بزرگیه. اون راست میگفت زن، درد ما چیز دیگه ایه، پشت ما رو ظلم دیگه ای خم کرده. بی دکتری بد دردیه، اما ما بی صاحبیم، ما اسیریم، اسیر زوردارا، اسیر غریبا، اسیر دشمنا. محسن داره میزنه تا یکی از بندایی که به دست و پای ماست وا کنه. یه محسن تنها چی کار میتونه بکنه؟ اب چی میگی خانم؟ مگه فقط محسن ماست؟ 1000 تا بیشترن که دنبال این کارن. خیلی چیزاست که من و تو ازش پرت بودیم. پس تو این خیالت نیست که 6 ماه خونه نیومده؟ معلومه که نیست. چرا که باشه، بالای کاری که اون داره میکنه خیلی ها جونشون رو گذاشتن. جونشونو؟ بی خیالش، کارش مردونه است و دست مرد علی پشت سرشه. شاید فراریه، شایدم گرفتاره. فردا میرم دانشگاه دکترمونو پیداش میکنم. تو بی خیالش زن، من واسه پیداش میکنم. محسن
حاج عزت؟ حق عمرت بده. درسته، خودشه. ببینمش، خود پسرمه. ببینم چیزی شده؟ همچنین که دکتر که شده. میشه صداش کنیم بیاد؟ میدونم دادا، شیرینیتون محفوظه. حالا بگیم بیاد که ببینمش. ولی اون 6 ماهی که دیگه دانشگاه نمیاد. نمیاد یعنی چی؟ اگه دانشگاه نمیاد بعد کجا میره؟ ما هم نمیدونیم. اونجا به دردیر ببنید اجازه خبر جانانه دیگه آروم بر چیه؟ میبینیم چه گرفتاری داری؟ اینجا را آتیش میدارم پسرش قایبه بهش پسر شما 6 ماه دانشگاه نیومده. ببینید چه قشقرقی را انداخته. سلام آقا. سلام از باز آقای حاج عزت. متاسفانه مسئله ای که دفتردار ما به شما گفت صحت داره آقا. پسر شما 6 ماه غیبت داره. البته ما نمیدونیم چرا، ولی خیلی دانشجو هستن که بدون دلیل تحصیل رو ترک کردن. یکی از اونا پسر شماست. خودمونم میل داریم بفهمیم چرا. ظاهرا شما هم نمیدونین، درسته؟ آقای حاجی عزت. بله. من میخوام باهاتون حرف بزنم. بزن. محسن دوست نزدیک من بود. خب اونا به شما راست گفتن. محسن 6 ماهه که دیگه دانشگاه نمیاد. چرا؟ چه بلایی سرش اومده؟ منظورم اینه که اونا اون لامصبا نکنه. نه، کسی دیگه با محسن کاری نداره. نداره؟ متاسفانه محسن دیگه چیزی نیست که اونا ازش بترسن. من خودم یه ما پیش دیدمش، دیگه ترسی برای دستگاه نداره. ببین آقا جون، منو نصف جون نکن. واسه من تیاترم بازی نکن. لب و لباب حرفتو بزن. قضیه چیه؟ محسن معتاد شده. نه، یارو که تو داری حرفشو میزنی حتما یکی دیگه است. نداشت پسر من اهل این چیزا نیست. این رفیق تو یه محسن دیگه است، نه پسر من. اون کسی که زمین میزنه بازی رو نبرده. اون کسی که زمین میخوره و دوباره پا میشه برنده بازیه. این حرف شماست، درسته؟ شما همیشه اینو به محسن میگفتین، درسته؟ ما هم این حرف از محسن شنیدیم. این جمله همیشه ورد زبونش بود. ظاهراً هر دومون از یه محسن حرف میزنیم، درسته؟ محسن من؟ ما هم نفهمیدیم. محسن تنها نبود، مثل اون خیلی ها شدن. همشون هم مثل محسن پرجوش و خروش و فعال و مقاوم و مبارز بودن. متاسفم، اگه پیداش کنیم شاید بشه کاری کرد. اگه دلتون بخواد میتونیم با هم دنبالش بگردیم. آدرس من اینجا نوشته، هر وقت خواستین در اختیارتون. حالا چی کار کنیم آقا مصطفی؟
گاهی خاک بر سرم کنم. آخه این چه کاری بود که کردی؟ آخه این چه کاریه که کردی؟ چرا داری خودتو میکشی؟ من بدبخت خاک تو سره، بگو چی کار کنم اگه بلایی سر تو بیاد؟ آخه دنیا که با آخر نرسیده. چرا خانم، دنیا واسه من و تو دیگه با آخر رسیده. تو که حالیت نیست، هیچ که حالیش نیست. واسه چی من این همه جون چاندم؟ دو سال تموم شبهای کوره خوابیدم، بار و تابستون اومد رفت، یه دونه میوه تو دهانم نذاشتم غیر از اینا. و از که کفشمو دادم پینه دوز وصله کرد، دیگه آخر سری ازش خجالت میکشیدم. خوردن و خوابیدن و خنده و گرداشو به خودم حروم کردم. بیشرفاش دروغ میگن. یه وعده غذای گرمی که تو شیش ماه خوردم فقط تو عاشورای سه سال پیش بود که حاج حسن کوره دار خرج میداد. بعد دلمو به چی خوش کردم؟ پسری دارم که میره تا دکتر بشه، ای به جهنم که آهک دستمو تیکه تیکه میکنه. پسرم فردا دادرس درمونده ها میشه، ای به دقیق که آهک سینمو داره میتراشه. پسرم فردا یاور دردمنده میشه. بعدش رفتم زندون، خدا میدونه که چی یا ندیدم. جوانایی رو میوردن که پشت لبشون هنوز سبز نشده بود، اولاد پیغمبر رو با لقد دم در تا تیرا رو میدونن. یه جوانی رو دیدم که کفه باش آشولش بود، از ده تا انگشت دست هفت تا شکسته بودن، از 20 تا ناخنش 15 تا کشیده بودن، دو تا دندونش با مشت و 4 تا دیگه‌ش با چوب شکسته بودن. اما این مظلوم عوض همه چی فقط داد میزد، لا اله الا الله. اینا رو دیدم گفتم مصطفی، یه نفرم تو اون بیرون داری که داره میزنه تا بساط ظلم وارو بشه. گفتم مصطفی، واسه روز قیامت خیالت راحت باشه. وامیسی میگی خدا جون؟ دروغ میگی؟ بله یه چند تایی گفتم. بگم بیچارم حسرت یه زیارت رو به دلش گذاشتم. شده بفهمی نفهمی یه چک بیه بیگناهی زدم. 2000-3000 رکعت نماز و یه 100 روز روزه و از اونجور چیزا بد بده کارم. اما خدا جون، با همه اینا با یه پسری تربیت کردیم که مرد و مردونو باشده جلو کفر و واس خاطر حق میچنگ. اگه میشه واس خاطر اون پسر یه چند تایی از گناه ما رو قلم بگیر. اما حالا چی بهش بگم زن؟ حالا چجوری بهش نگاه کنم؟ به خود پیغمبر یه اونطوری که میگم پیغمبر در بهش وایستاده باشه و من الله وقتکی بهشتی بشم؟ بیشرفم برم تو بهشت؟ من رو میشه تو چش پیغمبر نگاه کنم؟ اینو من تربیتش کردم، یه عملی رو. آره زن، دنیا واسه من تو تموم شده. ما ننه بابا یه عملی هستیم، فقط همین. سالی که محسن کوچیک بود و ما رفته بودیم کرج، یادته؟ آره یادته. سیل اومده بود، محسن افتاد تو رودخونه، آب برش داشت. آره یادته. تو زدی به آب، سیل خودتو برداشت، آب انقدر تن تو به سنگو زد که وقتی دیدمت یه پارچه خون بودی، اما بالاخره محسن رو کشیدی بیرون. آره بهت گفتم آخه مرد، تو چطور از این سیل نترسیدی؟ یادت چی جوابمو دادی؟ نه. به هم گفتی میخواستی چی کار کنم زن؟ وایسم تا سیل ببرتش؟ آره همینو گفتم. پس حالا چرا نشستی مرد؟ پسرمونو داره سیل میبره، تو داری خودتو توف و لعنت میکنی؟ خب به دادش برس.
نشین مرد، پسرمونو از سیل بگیر، خلاصش بکن. انگاری نطق تو بهتر از نطق من بود. مرحبا زن، راست گفتی، کلومت حق. میگیرمش، نمیذارم سیل ببردش، پیشو میگیرم زن، نجاتش میدم. دم نده، کمکم کنین. دارو خدا نجات. خماره بد طوریم، خماره کمکم کنین. اللهم سلم الله، دارم میبیرم، کمکم. سالش هم نیست. چه میگی داداش؟ از 30 هم بالا. نه قربون، همون دور و بر 20ه. راستش رو گرد کشیده. اگه بهش نرسن تا صبح میمیره. باشو جلو سولاخی رو بگیر. بنداز بالا، شیره است، بندازش بالا. خدا عزتت بده. این لامصبا که انصاف ندارم. خدا از آقایی کمت نکنه. با وفا خروار خروار جنس میاد توی مملکت، کسی به صاحباش نمیگه. بالا چشت ابرو بسیم. اما ما بدبخت تا یه دم حدود گیر میاریم، شیش تا باسه اونو شاندارم بالا سرمون سبس میشه. جناب سرمان تو راست تحباز نجاتم بدید. بابا من عملی هم دارم، میمیرم، کمکم کنید. تو رو خدا کمکم کنید، نجاتم بدید. چه مرگته؟ ببین سرکاجون تو رو چونو بچه من، تو رو علی، تو رو چونو زنت به دادم برست. دارم میمیرم سرکار، به خدا حالم بده، کمکم کن، دارم میمیرم. خب من چیکار کنم؟ چیکار کنم سرکار؟ به افسرتون بگو، به رئیستون بگو، به وزیرتون بگو، بگو بابا لام از سبا یکی تو داره میمیره. یک کاری با سم بکنیم، تمام تنم داره سیم کشی میشه، به خدا چشم داره میتره که دارم میمیرم، به خدا کمکم کنیم
سرگاه تو رو خدا یک گروه سابقان دارم میمیرم به والله دارم میمیرم. شما سگا هفت تا جون دارین، نترس تورید نمیشه. ای نامستبا ای نامستبونا دارم میمیرم. ای بیگت خارا خفه خون بگیر بابا، ما چه کنه ای کردی؟ خفه خون بگیر که نمیمیرش، راست بگیر دارم میمیرم، دارم میمیره. ای خدا، ای خدا دارم میمیرم، ای خدا. ببین داداش برم کن بابا، برم کن. ای خدا کمکم کن داداش، طاقت بیار جوون، طاقت بیار. صبح که برسی داسرا میفرستند یه مرسخونه، یه خراب شده ای بالاخره یه جای میفرستند. تو جیب من پول پیدا میشه، صبح میرم یکی از همین پاسبونا یه تیکه شیره واسه جور کنه. اون دیشبی هم مال خودم بود، اما بی خیالش، من طاقتشو دارم. بذار فقط آفتاب بزنه، من یه کاری واسه میکنم. صدای منو میشنوی؟ بنام یه چیزی هست که میخوام به افسرتون بگم. برو بابا دنبال کاره. گوش کن سرگو جون، یه خبر مهم میخوام بهش بدم. اگه کوتاهی کنی مسئولش خودتی، مربوط به خرابکارا هست. چیه؟ به سرت زده یا داری دریوری میبافی؟ نه 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 اصلا کنشم به خدا، نه همش راسته، منو همه تو اطلاعات میشنسم. میتونی از اونجا سوار کنیم تا شیش ماه پیش خودم دانشجو بودم، خودم باشون ارتباط داشتم، همه چیزاشونو میدونم و همه چیزاشونم میشنسم. آزارم تک تکشونو لو برم، فقط به شرطی که منو ول کنیم برم، یه چیزی هم به ام برسونی تا از این حال بد منصب در بیام. همش راسته سرگو جون، قسم بخورم همش راسته، به خدا قسم بخورم سرگو. خیلی خوب، الان میگم جناب سروان بیا. منو میبینی جوون؟ اقلا ساعت دفعه جیب زدم، ساعت تا دیوار ازش رفتم بالا، ساعت تا کشو زدم، از روز روی و شب روی و تیف زنی و کشو زنی و دخت زنی گرفته تا گالی و گالی چه و تلویزیون و دیگ و سماور و آفتابه رو دزدیدم. خیالم میرسی لجنتری نمره یک دنیا خود خودم هم. اما تو ناکس نیم وجبی بی پدر و مادر امشب چشای منو وا کردی. من نمره دوی لجنم، نمره یکشون تو یه مادر به خطایی. پسر تو خیلی لجنی، من همه کار کردم الا آدم فروشی. حقت بود دیشب با همین پتو تو رو خفت کنم، دستم بشکنه که این کارو نکردم. حقت بود نکشیدم مال تو. درو باز کنی، باز بیزاشتم این سک موزه بکشی. حقت بود که زود را بکشی. بلش کن، بیش کنم، بیش کنم. این آدرس رفیقشه، میرم با اون میگردم و پیداش میکنم.
پلیس. جمع کنیم. نامردا لوشون دادن. برتو برو دیبینم. برتو برتو بیدینا خدا ذلیلتون کنه. جبرایی خدا عمرتون بده آقا. همه شونو گرفتیم. بعد از اینم هر خبری داشتی بیا پیش خودم، ازت میخرمش، هم با پول هم با همون کسافتا. فقط جناب سروان چه ها؟ نمیخوام منو با اون روبرو کنین. من نمیتونم تو چشاشون نگاه کنم. اگه با اونا روبرو بشم. نه ترس، روبروت نمی کنم.
تو دیگه قابل این حرفا نیستی. باشه برا. یعنی میتونم برم. بزن پچک. آقا غلام چه؟ آخه ما چیکار کنیم بی مروت بی انصاف لامصب؟ ما وضعمون خراب لامصب، یه کاری بکن. تو به جهنم برو پی کاره، یه خمره میکره. آقا غلام جاکرتم، میخوام واسه خاطر خماریه تو خودم رو سزارین کنم. خب نمیاد دیگه. نکردم آقا غلام، چه گرفتاری شدیم به خودم. چه این طوری عذابشون میدی؟ بابا دست من که نیست قربونت برم، فعلا این تو چی کارش کنم؟ پس مثل آدم باشون تا کن. نه چه دونشون مثل آدم اینا. نگاه کن، سب کن، سب کن. بیا همین این ورش جنس بگیر، آورده بس من جای 200 تومن غالب کرده. خونیه داره؟ خونیه. ببینم فریبارد، ببینم. بله آقا. بینجا تو چشم شرش. آقا میخواد این گوشوارهایی که دست منه بفروشم بهشون. تو ندادیدش که؟ نه آقا، گفتم که مال ننمه. پس چرا خونیه؟ آخه پیر سگ نمیداد، نیم ساعت زدمش این سگ زوزه میکشید نمیداد، میگفت یادگار باباته.
یه گور بابای بابام هم کرده، من دارم از خماری میمیرم، اون یادگار بابام چسبیده، منم از جا کندم، انگاری گوشش جر خورد، واسه اینکه زوزش رفت به آسمون. گورتو گم کن. آره آقا گورتو گم کن، رادش کن تا نکشتمش. بیا برم، بارو بینم، بارو بینم، بارو چه شده؟ من یه پسر دارم که شنفتم معتاد شده، میخوام پیش از اینکه به وضع اینا بیفته پیداش کنم. حرف دیگه هم اینه که وقتم ندارم. والا یه نفری هست به اسم سلطان، البته همیشه تو قصرش باید بساطش، اما هر کاری ازش بخوای از پسش برمیاد. جنسه که به دهن بزنم بهت میگه چقدر ناخالصی داره، همه رو میشناسه، حقا چاخچه دمکلوف گرفته تا معتاد دمپایی و خورده فروش و هر کی که بگی، فروشنده، خریدار، کشنده، خلاصه همه رو میشناسه. از اون سراغش بگیری بد نیست، شاید بدونه کجاست، شاید هم بهت بگه. غلام هاپو فرستاده، کار چیه؟ میگن پسرم معتاد شده، میخوام واسم پیداش کنی. غلام میگه از تو برمیاد. پیداش کنی که چی؟ سرمه. میدونم، اما پیداش کنی که چی؟ که نجاتش بدم. برو برادر، اگه قرار بود این بلا رو من و تو حریفش بشیم که وضع اینطوری نبود. اونا میدونستن چه بلایی رو واسمون بیارن که هیچکی حریفش نشه. بله ولش کن برو، پسر دیگه تو این بلا حل شده. نه میگم حل شده. میگم نه. حل داداش، حل برادر، دل ازش بکشن، حل. نه میگم پسرم هم مثل آشغالایی که این دم صف کشیدن نیست، اون یه ورزشکاره، یه قهرمان کشتیه، یه درس خونده است، با غیرت شجاعه. اون داره میزنه تا چند سال دیگه دکتر بشه. اون حل نشده، اون مثل یه فولاده. گردابش میکنی؟ نه. چرا؟ عیبش اینه که هیچکی این گرد رو نمیشنسه. فولاد باشی آبت میکنه، فرشته باشی ابلیس ازت میسسه، پوریای ولی باشی به زمین گرمت میزنه. چیزیه که از تو خالیت میکنه. ورزشگار و پهلوون، با سواد و بی سواد حالیش نیست. سلامش بکنی خون خرابت میکنه. ولش کن برو، یه روزی یک گوشه توی جوی آب کنار یه خیابون وسط یه آشغالدونی
تو بغلی سگ، از گرما، از سرما، از خماری، از نشعگی، از یکی از اینا جونش در میره، میمیره. بعدش ماشین اشغال شهرداری میاد، بعدش هم یه مجهول الهویه میره بغله بقیه مجهول الهویه ها. ببین آقا، من پسرم رو میخوام، وقتم هم کم، یه هم سرم پیش هیچ که خم نشده، اما اگه پیداش کنی پا تو میبوسم. پیداش کن. زلیخا. بله آقا. پاشو برو بیرون یه خبری از این یارو بگیر. بیا این عکس رو بگیر. دانشجوه، قهرمان کشتی هم بوده. مرده و زنده بفهم الان کجاست. واسه 1000 تومن خرج برمیداره. باش. تو یه جوری حرف میزنی انگار صحباتا کیم داری؟ من همون چیزی بودم که پسر تو تازه داشته میزده که بشم. من یه دکترم. یه دکتری یا قمر بنی هاشم؟ تو یه دکتر راست رسکی هستی؟ آره پدر جون. یه نفر هست که خیال میکنه اونو میشناسه. اون عقد دست بلنده هست تو قلعه ها. از 6 ماه پیش میگن یه جوونی رفیقشه که قهرمان بوده، قهرمان کشتی مشتی. بیرون نگو زن، محسن من هنوز به اونجا نرسیده که رفیق دگوریا بشه. این پسر یه نونزدهی میتونه بگیره که از خوشگلی به ماهی شب 14 میگه روت کم کن. تو روت کم کن یه که زیاد نباف. پسر من اگه معتادم شده باشه کارش به اینجور چیزا نکشیده. بگو ماشین رو روشنش کن. با این آقا میخواییم یه جایی بریم. اگه این کانو دارن نهیری میان با لقه دول دول شبت آره خونستی موشه بسکر آقا اومد. برای شما هم نوشابه بیارن؟ نه ما چیزی نمیخوایم. چیز دیگه ای میل ندارین آقا؟ گفتم نه. اطاعت میشه آقا. ایسه ببینم. بله آقا. بله سیگرتی یه ساعته میگم کانادا رفتی مردی؟ بلم کن زهرما رو بلم کن. کدوم گوری هستی؟ من این نگفتم برو واسه همون کانادا بیاد یک بیری استبار که علفه حالا بس منطره تو بوزینی عملیه بشه. نیستات حالا جواب منم میدی؟ آقا آره؟ جواب منم میدی؟ برم کانادا بیارم. میل داریم برات کانادا بیارم. نات نات مردنی بلش کن بلش کن. یا کانادا بی همه Kill! Turn down! Look down! Oh, I'm dead! Get it! Oh, my God!
خودتون گم کنین. یالا دنیامو خراب کردی، دلامو سوزوندی محسن. آخه چرا من و ننه بدبختت فقط تو رو داشتی؟ سهم ما از این دنیای بین گندگی فقط تو بودی. آخه چرا اینطوری ما رو خاکستر نشین کردی لامس؟ چرا؟ بذار برم آقا جون، فکر کن که من مردم. فکر نمی کنم تو راست راستی مردی. فقط کاش میتونستم اینو حالی مادرت بکنم. منو لامصب و باش که خیالم میرسی تو سایه بالا سرش. اون تو رو داری، خدا رو شکر که تو داری. نه دیگه نداره، زیاد نداره، وقت ما دیگه تمومه. تو هنوزم یه صدات ببر، امیدی بهت ندارم که حرفمو بفهمی، اما فقط بهت میگم تو بدونی چطوری پشتمو خالی کردی، چطوری چهارشاخ وسط برزخ میونه موندن و رفتن حیرونم کردی. گفتی تو دکتری؟ بودم. اینو نگاش کن، وقتی از زندون خلاصم کردن اینو به هم دادم، اسم مرض من توش نوشته. بخونش سلطان. از اینو برنشی ماتوز معنیش کن، یک نوع سرطان ریه است. علاجی داره؟ داره؟ نه. چقدر وقت دارم؟ من همه چی رو میدونم سلطان، از من پنهون نکن، میخوام این شازده بدونه. چقدر وقت دارم؟ حده اکثر 6 ماه. من وقتم تمومه پسر، از زندون خلاصم کردن واسه این که میدونستن مردنیم. با همه اینا فقط یه روز فرصت میخواستم واسه این که زنم و پسرم رو ببینم. آره پسر، پشتم بودی، نفسم بودی، امیدم بودی، دنیام بودی. اما من که جلو اون ناکسا خم نشدم، با دست تو شیلک هستم، مثل یه چوب خشکی هستم. به مادرت میگم سیاته بپوشه. نه داشته باشش، من بعضی کارا رو محض تفریح میکنم، اینم یکی از اونها بود. پیش اون یارو غلام یه جفت گوشواره است، جای 200 تومن قبولش کرده. اونا یادگار یه شوهر به زنشه، میخوام زنه رو پیدا کنی و گوشواره ها رو بهش برسونی. باش، خدا عمرت بده.
تمام دیشب و بیدار بودی. پس تو هم بودی. بگم وا چی رو داری تماشا میکنی؟ پیش روی بگم. یک کاره تو این همه گرفتاری یه ساعت کوبیدی اومدی پایین که پیر شدن منو به رخم بکشی؟ خب همه پیر میشم بگم. اگه من زودتر از تو بمیرم تکلیف تو چی میشه؟ تو هم امروز زده به سر تو. مطمئن باش من زودتر از تو میمیرم. نگو اگه من مردم، یعنی زودتر از تو مردم، اول بشین هرچی داریم بخور، بعدش برو یه کارخونه کار کن، یا یعنی که بافتنی به باف و بفروش یا خیاطی بکن. نمیخوام بری خونه این دو کلفتا کلفتی بکنی یا رختشون بشوری یا نگرونتم بگم. حالا صبح اول وقتی حرف دیگه گیر نیوردی؟ آخه تو چت شده مرد؟ یه چیزی هست که تو باز بدونی بگم. من دیگه وقتم خیلی کمه، تو باز بدونی من محسن بگم دست بش بزنی قلم دستاتو میشکنم، بوی گندیدشو تو خونه ما نیا. بعد میگم برو. تو هم برو بیرون پسر. تو دیگه نه پسر اونی نه پسر من، تو دیگه فاسد شدی پسر. خیلی وقت پیش ما یه پسر داشتیم، اما حالا دیگه مرده. کمکم کن آقا جون، دیگه از یه سگم پستر شدم. اومدی اینجا که چی از من میخوای؟ دستمو بگیر تا برگردم میونه آدمو. برو صورتتو بشور. چشم خاجم. Thank you.
آقا جون تا چهار ماه دیگه جا نیست، برو چهار ماه دیگه بیا. اینا هم که اینجا وایستادن چهار ماه پیش وقت گرفتن. چهار ماه دیگه کی مرده کی زنده است مرد؟ تا چهار ماه دیگه شاید شاید اصلا من وقتم کمه داداش. برو بابا خوشت میاد. اینجام که نشد دیگه چکار کنم؟ داداش جنس هم داریم ها، جنس بدم داداش؟ جنسش خوبه ها؟ نه خارجی اصله. نه میگم نه مردی که روشن شد. نه حالت شد یا نه؟ میکن نه نمیخوای که نمیخوای. حالا بیا خوبی کن پس از شیطونه میگم بزنم دک و دندش خورد کنم. ها آقایون گفتم که برای امروز دیگه استویجی تموم شد. برید بابا خونه هاتون. نه آقا جان متاسفانه جا نداریم. برید امکان نداره. متاسفانه نمیشه. نه برید. میگن یه مریض خونه تو کرج هست، یه سری بزن. پره. یکی هم تو یافتباده، اونم پره. ونکم میگن یکی هست. پره خانم پره. سه روز آواره ایم. داری نبوده که نزده باشیم، سفید پوشی نبوده که دامنشو نگرفته باشیم. چی بگم زن؟ راضی شدم بذارمش توی زندون، گفتن باز پارتی داشته باشم. تازه جخ عباس کلسمان میگفت تو خود زندون عین نقل و نبات گرد پخش میکنن. کجا که نمیکنن. مدرسه ها رو گرفته، خیابونا رو گرفته، دانشگاه رو گرفته، هر جایی که به فکرت برسه گرفته. اصلا خیالم میرسه آجر به آجر این خراب شده رو با هروئین خشت زدن. این شهر اینجوریه، من لامصب چی کارش کنم؟ نگاش کن داره میلرزه. خیالت با کیم نیست؟ خیالت چون پدرم دلم نمی سوزه؟ تو چی خیال میکنی زن؟ من و این پسر همه درها رو زدیم. اگه کسی دیگم هست تو بگو تا بریم دخیلش بشیم. شب وقتی خواستیم بخوابیم دستای منو ببند، پاهام هم همینطور. میترسم نتونم طاقت بیارم. میترسم نمیخوام پیش تو دوباره روسیا بشم. ببندم.
زن خطا گفتم زن بیرا گفتم می درها رو نزدیم یعنی یه دری هست که اصلا نزدیم میبرمت پیش یه دکتری که اگه اونم جوابمون کنه ریسمون جفتمون پاره است اما جوابمون نمیکنه همه درها رو زدم من همه رو گرفتم به جز تو وقتی دستم از همه جا کوتاه شد وقتی در موندم اون وقت اومدم سراغ تو حالا این تو اونم پسرم چراغ خونم روشنش کن تو رو به جدت بد جوری خون من وضو گرفتم آقا جون بیا اینو بگیر به هر حال اگه روبرا شدی من همین ور منتظرتم اما اگه خواستی دوباره بری سراغ گرد دیگه نیا این ور بهتره از اون در دیگه بری حالا برو اگه اومدی بیرون مثل یه مرد بیا اما اگه نتونستی تا بیاری واسه مادرت پیغام میبرم پسرش مرده ولی انشالله کتاب میری برو زواری برادر منتظرم هر کدوم از ما یه جوری منتظری خب میتونی جلو همین حجره محقر منتظر باشه ممکنه طول بکشه بکشه حجره یه طلبه واسه همه دنیا جا داره دست سلاطین نیست که یه نفر بیشتر تو جا نگیره السلام علیکم
دیگه صداشون نمیاد، دیگه صداشون نمیاد. چرا؟ میاد. الله اکبر، الله اکبر.
الله اکبر الله اکبر. تو هم با اونایی؟ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. محسن 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 پسر منه محسن 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 اون دفاره اون دفاره اون دفاره شفا اومده محسن این یعنی چی؟ بزن باشه، اما یعنی چی؟ یعنی همبستگی باش، یعنی مرگ بر استبداد. مرگ بر استبداد. رابیفون
برو بیدم هلا بچه بیدم برو تو برو بیدم هر کی دست روی میخواد تای راه رو دست راست خوش اومدین. این زندون فقط یه خورده از زندون بیرون کوچیک‌تره، اما یه روزی دیوار هر دوشونو خراب میکنیم. تو اینجا چی کار میکنی؟ منم با اینا. تو با اینا هستی اما جزو اینا نیستی، درسته؟ تو ماموری؟ ها؟ پرسیدم تو ماموری؟ نه اونم با ما گرفتن. آره اما از یه قماش دیگه است. معتادی؟ آره. پس دارن واسمون اثبات نومی درست میکنن. نگهبان! نه واسم. آره من معتادم اما مأمور نیستم، فقط آوارم، درموندم. اومده بودم پیش امام شفا بگیرم. بذاریم با شما باشم، نفستون گرمم میکنه، زندم میکنه. بذارین بمونم. من کیم؟ یه خسته ام، خسته ای شکسته ام، دیگه بر خاک سیاه ای خدا نشسته ام. یه درخت خشک و زخمی از یه دشمنم، مثل بیدی توی بارون داره می نرز تنم. می خزه توی رگام زهر تلخ و تند مرگ، قصه سقوط بر می سوزونه تنمو، زخم آتش سپید، خون خاکستریمو زیر پوستم میشه دید. من دیگه نه اون منم، نام بینشون منم، عکسی از گذشته ها، کسم نیمه جون منم. من نمای از یه نیستین، تو که هستین منو دریان. من یه زخمیم ای که تو مرهم زخمی منو دریو. بگیرین دستایی رو که خون
مهر اون رفته به تاراج، برتره دستای تو از همه دستی منو دریا. هر دری بسته شده به روی من شکسته، ای که بر است دلان در و نبستی منو دریا، منو دریا، منو دریا، ای همه خوبی منو دریا. جناب سروان، پسر من با اونا نبوده، پسر من واسه شفا اومده، دخیل بوده. ما زواریم. ما پسرتون رو با اونا دستگیر کردیم. پسرتون با اونا بوده اون مریضه جناب سروان. اینم میدونم، حتی حاضر نشده از دوستاش هم جدا بشه، حتی نذاشته به دکتر معرفی بشه. اون با اوناست، خودش میگه با اوناست. بابا مرحبا، پس خودش میدونه چی گفته. خود عمرت بده سرکار. آره اونی که اون گفته درسته، دکتر اون کار خودش رو کرد، اون یه درد یه بسته نبود. انگار همه دیوونه شدن. مرتی که چی داشت دریوری میبافت؟ والا ما هم نفهمیدیم جناب سروان، فارسی که حرف نمیزد. وقت ملاقات 10 دقیقه است. قربون شما جناب سروان، زنده باشی. حالت چطوره پدر؟ خوبم، تو چطوری؟ میتونم باهات کشتی بگیرم و سه دفعه پشت سر هم پشت تو بزنم زمین. اگه زمین خوردی؟ توانشو دارم که دوباره وایستم، 100 دفعه، 1000 دفعه، اینقدر که خودت خسته بشی. همونطور لجباز و سرسق. دوست دارم پسرم.
وقتی از اینجا بیام بیرون بگومو میارم این زیارت. بدهیم به این دکترت خیلی زیاد شده. با هم میه. باشه پسر جان، ما هم میاییم. زیاد عذابت دارم. فراموشش کن، دیگه تموم شد. وقت ملاقات تمومه، من دیگه باید برم. تو هم برگرد تهران، به مادرم بگو که پسرش زنده است. روپاس. باشه بهش میگم پسر، بهش میگم که پسرش زنده است. ای خدا شکر. از با نیفت مرد، حالا که وقتش نیست. از پا نیفت مرد، از جا بلند شد. من دارم پیغمبر یه پسر و واسه مادرش میبرم. من باید پیغمبر برای مادرش ببرم. آقا کمک میخوان؟ پرسیدم کمک میخوان؟ خیلی. چی کار میتونم براتون بکنم؟ هیچی. اون کسی که میتونه به من کمک بکنه فقط اونه، فقط اون میتونه.